خیلی از من خواسته بودن که کیکی که آموزش بدم که خیلی حجم کمی داره و با یه تخم مرغ درست میشه و گفته بودن که کیکایی که تو آموزش میدی همشون حجمش زیاده و بزرگ هستش، مثلا برای اونایی که یه نفر هستن یا مجرد هستن خیلی حجمش زیاده و چند روز طول میکشه تموم بشه. برای همین من نسبت ها رو آماده کردم و یه دون کیک یک نفره با یه دون تخم مرغ براتون آماده کردم که اینجا بهتون نشون میدم آموزشش رو. و اینم قالبی هستش که برای این کار در نظر گرفتم، یه قالب خیلی کوچیک و یه نفر از قشنگ، یعنی نصفش رو میتونی یه وعده بخوری، نصفش رو یه وعده دیگه، خیلی کم حجم میشه و خیلی هم درست کردنش راحته. خب میریم اول مواد خشکمون رو با هم دیگه قاطی بکنیم، بعد میریم سراغ مواد ترمون. خب نسبت ها رو من بهتون میگم. آرد داریم، آرد معمولی گندم یا آرد کیک میتونیم استفاده کنیم که بهتر یه پیمونه، حتما هم علکش بکنیم. دو تا سه بار همیشه آرداتون رو علک بکنیم قبل از اینکه کیک بخواییم درست بکنیم، به پف کردن بیشترش و پوک شدنش خیلی کمک میکنه. کوزه گریم بهتون یاد بدم برای کیک های اصلونه، کیک های ساده که میخوایم درست بکنیم، همیشه به ازای هر یک پیمونی یه قاشق مربا خوری یا چای خوری، ما آخر اندازه میاد نگرفتم، آرد برنج هم به این اضافه بکنیم، تو طعمش خیلی تاثیر میذاره، مزه و طعم خیلی خوبی بهش میده، مثلا اگه آرد برنجتون با برنج ایرانی باشه و معطر باشه خیلی خوشمزه‌تر میشه. میبینی یه پیمونه هست، من یه اندازه اینقدر بهش آرد برنج اضافه میکنم، خیلی خوشمزهش میکنه، یه جوره خاصی میشه، حتما امتحانش بکنین، ضرر نمیکنین. نمک داریم، یه چوسه بهش میذاریم همین اندازه، ببینید خیلی کم. بعد بیکینگ پودر داریم، برای این مقدار دوباره یه قاشق از همینا پرش، حالا نمیدونم باز مربا خوری چای خوری چیه، من نمیدونم، اینقدری بهش میریزیم. این هم علک میکنیم چون معمولا بیشتر وقتا اینا چیز میشه، هم دیگه میچسب و گوله میشه، ببینی اینجوریه. مواد خشکو که ریختیم آخر سر یه دور دیگه هم علک میکنیم. خب اگه تو ایران هستیم وانیل مایه شما فکر نمیکنم داشته باشین، یا اون موقع کتاب جایی که من یادمه نبود، وانیل شکری هستش، باز همین اندازه نصف اینو وانیل شکری بهش اضافه میکنیم به اینا و میذارینش کنار. ما اینجا چون وانیل مایه داریم تو مواد ترمون اضافه میکنیم. خب این الان ما کارمون با این تموم شد، اینو من یه دور دیگه علک میکنم، قاطی میکنم اینو میذارمش کنار، میرم سراغ مواد ترمون. همونطور که گفتم ما یه دونه تخم مرغ بیشتر نداریم، حتما دقت داشته باشین اگه میخواین کیکتون خیلی خوب پف کنه و پوک بشه و ترد بشه، تخم مرغ، شیر و روغنش، اینا باید همدما بشه، یعنی اینکه یک ساعت و دو ساعت قبل از اینکه توی کیکتون استفاده بکنین اینا رو باید بذارین از یخچال بیرون و دماش مناسب با محیط بشه، 24 درجه 25 درجه هر چقدر که هستش. اگه سرد باشه باعث میشه که کیکتون خوب پف نکنه، مخصوصا شیرش، این حتما دقت داشته باشین توی درست کردن کیکاتون. ظاهر من اومدم کم کردم، پس شدش واسه روغن و شیرمون پیمونه یک چهارم استفاده میکنیم، 65 میلی لیتر هستش روغن، دقیقا یک چهارم شیرم همینطور. اگه مشکل لاکتوز داریم با شیر و اینا، از شیر بدون لاکتوز برای کیکتون استفاده کنید، یه اذیتتون نمی کنه.
شکرم داشته این دفعه شکرم نصف پیمونه است. شکی یه پیمونه بریزم. و وانیل هم داریم، اونم نصف همون قاشقی که نشونتون دادم می‌ریزیم. این شد مواد تر ما. حالا اینا رو با مخلوط کن یا با قاشق هم می‌زنیم، وقتی که صاف و یکی تا از شد به مواد خشکمون اضافهش میکنیم. چیز هم بهتون یاد بدم، چون این حجمش کم هستش من دیگه تو کاسه یا میکسر بزرگم نریختم، همین کوچیکه ریختم با این بلندرهای دستی هستش. یه دم سریع اینجوری بهش بس کردم، این تو قشن میزنم، هم ظرفجوی تو شستن ظرف میشم که ظرفم زیاد کثیف نمیشه و واسه آدم تنبلی مثل من خیلی خوبه، راحت اینو با تو همین هم میزنیم و تموم میشه میره. تو 3 دقیقه هم آماده شد. قشن میریزیمش این تو. این که حباب زد کافیه. این قالب هم از قبل چربش کردم به این شکل و آماده است. این ریختنش توی قالب یه ذره تکونش میدیم، اگه کفش هم که رو زمین اگه موکت باشه بکوبیم چند نفعه خیلی بهتره که زن قبابایی که کفش هست خارج بشه. حالا فرو روی 200 درجه سانتیگراد من تنظیم میکنم، وقتی که رسید به 200 درجه و خاموش کرد اوتوماتیکش میزنمش روی 175 درجه سانتیگراد و اینو میزنمش طبقه وسط فر. شعله پایینم روشن میکنم، شعله بالا رو کاری نداریم و میذاریم تا زمانی که روش یه ذره طلایی بشه. بعد طبق معمول طبق همون قانون خودمون یه سیخ چوبی یا کارد کره خوری رو توش فرو میکنیم وقتی که پف کرد و میکشیم میره. اگه چیزی بهش نچسبید کیک ما آماده شده. و تا زمانی هم که کیک پف نکرده در فر رو باز نمیکنیم، چون اگه در فر رو باز بکنید پفش میخوابه. این قانوناش هستش. هرچی هم که دوست داشته میتونید بلا سریم بیاریم، کاکاویش بکنیم، میوه توش بریزیم، هر چیزی که خواستیم میتونید روش اجرا بکنیم. من هیچی نریختم، اینا به صورت کیک ساده درش آوردم. خب سبک میکنم فرم گرم بشه و بعد میزنمش داخل و میاریم بیرون. و همونجایی هم که میدونید چون حجم این کم هستش، قالبش هم نازک هستش، خیلی زمان پختش سریعتر هستش به نسبت اون کیکایی که قبلا بهتون آموزش دادم که دو پیمونه آرد و 3 تا تخم مرغ بودش. اون حدود 40-45 دقیقه طول میکشید و این شاید حدود 20 دقیقه نهایت نیم ساعته پخته بشه. بیرم اگه نداشتیم میتونیم ماست استفاده کنیم به همون اندازه. اگه ماست هم نداشتیم میتونیم از آب میوه استفاده کنیم مثل آب پرتقال. چیز مشکل خاصی نداره که عاجز بمونید. خیلی راحت ما همه کار میتونیم باهاش انجام بدیم. سایز این قالب هم بزنیم، برم چیز جعبش رو بیارم بهتون بگم که دقیقا چه سایزی هستش که بدونین این مقداری که داریم توی این اندازه جا میشه. خب سایزش هست 26 در 10 سانتیمتر، دقیقا سایز این قالب همون هست. اینجوریش اطلاع داره.
جنسش هم که تفلون هست، نچسبه سایز کاملش. خب کیکمون ببینین که داره کم کم پف میکنه و میادش بالا، در من حدود یک رو گذشته. خب کیکمون آماده شد و من درش آوردم. این چه قشنگ خوب خوب عالی در من پف کردم که خوش رنگ شد. این سیخر کردم توش و چی نشسبید کیک ما پخته. 25 دقیقه بیشتر طول نکشید، حالا بستگی به فر شما و قالبتون و چیزه دیگه ممکنه کمتر یا بیشتر بشه زمانش. یه 5 دقیقه صبر میکنی یه ذره قالب خنک بشه، بعد تو قالب درش میاری که اگه دستش بزنی خورد میشه. خب کیک ما یه ذره سرد شد، ببینید به این اندازه شد. پوک پوک تورت مالی. خب این هم آماده شد و فقط تنها چیزی که مون اینه که حدود 30 تا لینک آموزش کیک دارم که تو قسمت پایین تو کادر توضیحات گذاشتم براتون، اگه خواستین اونا رو میتونین ببینین. همه کیک ها هستش، آموزشش اونجا گذاشتم براتون.